کرده و کسی میکنه خبره. من برادرم و خیلی ممنون هستم از تو. بعد برادر من لطف میکنه بخاطر توضیح بدم که برادر من سال 82 کنکور رو رتبه بهتر آورد و 82 دانشگاه تهران طراحی صنعتی قبول شد. اونجا که رفت تو مبارزات افتاد و اینا که تا 85 چیزش 16 آذر بود که هر سال سالگرد روز دانشجو میگیرن توی برنامه ها بوده و احتمالا لیدر بوده چون سال 80 گرفتنش تحریزک بردنش بعد هم این جزه 100 نفری بود که بازداشت شده بودن که بعد بابام رفت اموال برنامه چون ایشون رو آزاد کرد و ایشون بخاطر که برادر دو تا شهید بود نهیم بود و برادر دیگه من شهید شدن به خاطر این باره و اون شهاده حفظ آبروشون اینو آزاد کردن. البته سکره از کدایی نکردن من از سکره دیگه نکردن اینا که چون زیاد بوده شویدن داد بگن خدایی من سکره اون هی روانی جسی حتی بوده برای انجام دادودن این گذاشت هشتاده هشتاده اینا بگه ایشون نتونه زندگی کنه. از هم دانشگاه تهران ایشون اخراج شد که مجبور شد رفت به دانشگاهی بسی کارگردان ادامه داد چون کارگردان خیلی دوست داشت. اونجا فرمیتی مشترف داشتی که شرکت کرد 88 خود 88 که ایشونو گرفتن بعد از آزادی بعد از یک کش کردن نتونست ادامه تحصیل بده و به همین صورت از 88 تا 91 ایشون تحت تعقیب بوده مرتب بازجویی می شده و تهدید کردن تا حتی یک سال نیمه اخیر یعنی از پاییز پارسال که سال تا چه روز پیش که شهادت رسیده تا حتی من که خواهرش هستم یا برادرم اونها هیچ کدوم با این نمیتونست تماس بگیرن فقط با پدر مادر چه پدر مادر من خیلی پیر هستن فقط با اینها تماس میگیرد و مقدر سلامتیشو به اجبار از پدر مادرم میشنیدیم چون خودش معتقد با دوستش قطع رابطه کرده میگه که مخاطر که اگر با شماها رابطه داشته باشم شماها آسیب میبینید یعنی زیر نظر بود مرتب شکنجه میشد. سال 89 زندان شد تو زندان ادون بود که این یعنی زندان بود الان کدوم زندان بود که این خط شکنجه ایشون کرده که تهران گرفته بودنش. بعد از یه مدتی تو بهمن ماه که هوا خیلی سرده ما دهم میشینیم استان فارس اینجا و اینجا شباش فوق العاده سرده هوای خشکی داره. ساعت 12 پلیس دهم که 1000 کیلومتری تهران هست آورده بودن رها کردن به یک لباس آستین کوتاه تمام وسایلش و پولش دلارش همه چیزش رو داشته بودن ساعت چی نداشت و حتی اوراق هویتی ایشون رو مثل از کار خودکن جلو خودش رختن برنامه داشت همه چی داشت اینا رو خود کنه به یک خط دیگه یک هویتی نداره و ایشون رها کرد که ایشون تلفن عمومی تمام شده بود در من و پیدن باش بعد ایشون که آزاد شده اومده اونجا بعد پدرم آورده بودش خونه که آورده بودنش چون این شکنجه شده بود شکنجه روحی جسمی روانی شاید دیدن شکنجه شده تا حتی طلب شدن پیش رفته بود و ایشون آوردن خونه اصلا تشنه بود از جا نمیتونست بلند شد و تا یه مدت زیادی تحت مجاوا بود آخردا که دستگیرش من میدونم که من دیدمش بعد از اون ماجرا سال 89 بوده ولی آخرین بارشو من نمیدونم تا حتی من میدونم که شهریور نه ایشون تهدید شده بود که تو از تهران باید خارج بشی تو نباید تهران بمونی به پدر و مادرم گفته بود که ایشون هم گفته که من تو نمیدونم دیگه دارم تو چون ترم آخر بود بهمن 91 تمومی کرد کارگردانشو میفرانسشو گفته بود که من تا بر من نمیدونم باید خارج بشن اینا دیگه خدا لعنتشون کنه فرصت بیشتره. آره اینا رو ما روز آخرش تماس گرفتیم که میخواد جا بجا بشه با پدر مادرم گفته که من نیاز دارم بابا که میخواد اینا پول پرسرم ولی از بعد از ظهر آشورا که روز شش آذر میشد خطی با ایشون تماس میگرفتن ایشون گوشی رو بر نمیداشت تا نهم که ظهر به ما خبر دادن یه فرد میشه به یه بهانه که چون خواست پول بده و جا به جا بشه اینا و الان جواب نمیده تلفن شد اطلاع بود بعدم از کلان تری تهران زنگ دادن به تهران به منزل پدر من و گفتن که این حادثه براش اتفاق افتاده فوت شده ما گفتیم دور هست گفتن فوت شده بعد برادرم و
عوام آشنا اونجا رفتن با صحنه جنایت هولناکی روبرو شدن. اونجا اینشون با لباس بیرون تا جورابم پاشون بوده توی حمام رهاش کرده بودن و دست چپش رو روی موسیقی دستش به حدود 6 سانتی متر بریدگی ایجاد کرده بودن که بریدگی مستقی بوده که نه از تالوم و حتی رکهاش هم پاره نشده بود. و این هم طبق نظر پزشک‌قانونی میگم که ذکر شده، پزشک‌قانونی گفته هیچ خونی از محل خارج نشده و میتونه که علت فوت این نباشه، ولی در صورتی که ما جنازه رو که تحویل گرفتیم به ما گفتن شما باید بنویسید که خودکشی کرده، که ما به اجبار همون لحظه نوشتیم خودکشی کرده که چون جنازه رو تحویل بگیریم. و اگه سوال اونجا که مخواستیم جنازه رو تحویل بگیرن، اقوام که اعضای خانواده مخواستن جنازه رو تحویل بگیرن، فکر میکنم آگاهی بوده که گفته باید بنویسیم خودکشی کرده. اونجا بگیرم گفتن من نبودم اونجا، ولی میدونم که اونجا گفتن که الان که ما دور ماجراش هستیم به ما میگن این 90% خودکشی کرده 1% میکشن، ولی ما خودمون نمیدونیم واقعا چی کشتش، با این واسه که بعد از کشته شدن هم یعنی که کشتنش هم دست کردش که این بوری دیگه هم ایجاد کرده بودن آب جوش آف دادن به مدت 4 روز حدودی که ما خودمون حدس میزنیم 96% میشه. ایشون میگه این آب جوش گذاشتن که بخار پس تمام بدن این پوسیده که به اصطلاح آثار جنایت و چیز هر چی بوده رو بدن این از بین رفته، هیچی مشخص نیست. آگاهی که تو برنامه بوده مفصل جنازه رو تحویل بده گفته بود که شما باید که خودکشی کرده، بعد امضا کردم بلاجبار امضا کردن که آره خودکشی کرده، ولی چیز کرد که دوباره فوت و امید شدید که بتونی جنازه رو بیارین زهرام، چون جنازه تهران و دیگه 4 بوی تعفن گرفت بود. مذارن میخوام آقا بعد از 1 ماه من رفتم در آپارتمانش که پلوم بود هنوز بوی تعفن میومد، بوی جنازه میومد که در بسته بود پلوم بودا، یعنی به این شدت سر این ظالمانه کارو کردن، جنایت هولناک، جنایت وحشتناکی. یعنی اصلا من نمیتونم بگم چی کردن اینا، من نمیتونم اینا چی بودن ما فقط میخوایی که مشخص بشه، یعنی جنایت هولناکی به یه جنایت 27 ساله جنبان دانشجو که فقط صحبت میکرده چی نمیتونم، یعنی از عدالت جود حق طلب بوده، طرفدار هیچ گروه خاصی هم نبوده که من بخوام بگم، فقط تو حق طلب بوده، نمیتونست ناعدالتی یا تبعیض رو ببینه، نمیتونست دزدی یا اختلاس رو ببینه، مشکلش این بوده و ایستاد رو حرف خودش. یعنی ما تو یک محیط بسته کاملا خفقان آور داری زندگی میکنیم، به هیچ صورتی ما خودمون صدامون رو نمیتونیم برسونیم. اگه شما این کار برای من بکنید یک دنیا ممنون شما هستم، که لاغل خونه برادر من پایمال نشه، دوست دارم خونه برادر من پایمال نشه، چون برادر من برای ایران، برای وطنش، برای دینش، دینش رو از دست، برای آزادی جلو. نقطه در